شریک جدیدمون سنیور فابیو. تبریک میگم. تبریک میگم. اینطور نگید آقای جان، چون من تو مدیریت شرکت هیچ گونه دخالتی نخواهم کرد. راستش کسی که باعث شد من بیام اینجا سنم بانو بود. سنم، چون که من ازشون خواستم عطر مخصوصشون رو به من بفروشن، خواستم فرمولش رو بخرم، حتی ازش خواستم که بیاد و با من کار کنه، اما ایشون نخواست شما رو، یعنی شرکت رو، رها کنه. منم گفتم حالا که اون نمیاد من بیام شرکت. یعنی سینیور جان، خلاصه یک کلام این که در اصل سنم خانوم باعث شراکت من با شما شد. خبر نداشتم همدیگر رو میبینین. البته ما خیلی وقته که با همدیگه حرف میزنیم، مگه نه سنم بانو؟ بگذاریم سینیور جان، مانعی که نداره بعضی وقتا سنم بانو رو بدوستم، چون که ایشون پیشنهاد کار منو قبول کردن. ما در مورد این عطر میخوایم کارمون رو گسترش بدیم، در واقع یعنی این که ایشون قبول کردن که فرمول اون عطر مخصوصشون رو به من بدن. خیلی هم خوبه سنم جون، بهت تبریک میگم. بگذاریم، من دیگه میرم. بعد از این بالاخره هرچی باشه هم دیگه رو زود زود میبینیم. سنم بانو، به امید دیدار. سینیور امره، روز خوبی داشته باشی. روز بخیر آقای فابیو. به امید دیدار. میبینیم اتون به زودی. این خانومی که دیر به مهمونیمون اضافه شد کیه؟ میتونم بدونم؟ مهم نیست، یکی از کارمندامونه. کارمندتونه؟ منم موقع رسیدن میخواستم اسم عطرتون رو بدونم. آقای جان میدونم عصبانی شدین، اما تو به چه حقی از طرف من حرف میزنی و منو بی خبر میذاری؟ من از طرف شما حرف نزدم، فقط شرکت رو نجات دادم. کی ازت خواست شرکت رو نجات بدی؟ از طرف من حرف بزنی بدون اینکه از من بپرسی کی خواست ازت؟ ها؟ راستش من میخواستم بهتون بگم، اما شما حتی تو رومم نگاه نمی‌کنید. که هیچ کس تو بازار حاضر نبود سهام ما رو بخره، تو رفتی فابیو رو راضی کردی؟ بله. راضی کردنش سختم نبود انگار. آقای جان متوجه این چی دارین میگی؟ میتونین از دستم عصبانی باشین، اما نیازی نیست دلمو بشکنی. من سعی میکنم همه چیو بهتون بگم، اما شما حتی حاضر نیستین منو نگاه کنین. همه چیو؟ دیگه برای همه چیز خیلی دیر شده سنم. همه چیز اینجاست؟ آره؟ همه یه اون چیزایی که به من نگفتی اینجاست؟ آره. ارزش چیزایی که بهم نگفتی همین قدره. کارات نشون دهنده همه ناگفته‌هاته. به فابیو چه پیشنهادی دادی؟ چه جوری راضیش کردی؟ میخوای عطر خودتو بدی یا یه عطر جدید بهش میدی؟ ها؟ به شما مربوط نمیشه. اگه دلم بخواد عطر خودم رو بهش میدم یا یه عطر جدید. به من مربوط نمیشه. آره دران. بله جا. به فابیو زنگ بزن قرارداد کنسله. چرا کنسله؟ جان هیچ کس سهام ما رو نمیخواد، ورشکسته میشیم، شرکت نابود میشه. گفت کنسل. سنم درست شنیدم ها؟ جان گفت قرارداد کنسله. بگو ببینم چی شده سنم. گفت قرارداد کنسل. سنم وایسا. سنم چی کار کردی؟ چجوری فابیو رو راضی کردی؟ آقای فابیو ازم خواست یه عطر جدید براشون تولید کنم، اینجوری شرکت ما رو نجات میده. خب چرا آقای جان داره خرابش میکنه؟ میخواد شرکت رو ورشکسته کنه. نمیدونم خواهر، نمیدونم. باشه تو خودتو ناراحت نکن خواهر جونم. آقای جان با این شخصیت نامتعادل شرکت رو به باد میده، امره خانم نابود میکنه. کافیه دیگه سنم. اوف اوف
سنم سنم چی شده؟ کنسل شد؟ چرا جواب نمیدی؟ ها کنسل شد؟ اخراج شدیم نه؟ بگو ببینم جواب بده. جواب نمیده، حتما اخراج شدیم. درن حرف دیگه این نمونده بزنیم. سنم سنم به هیچ وجه به فابیو زنگ نمیزنی، به هیچ وجه قرار داده چرا همچین کاری بکنم؟ هر کی ببینه فکر میکنه من شب و روز با فابیو هستم. آره سی، من چطور یادم رفت؟ تو باید انگشتر دستت کاری، فابیو هنوز فکر میکنه شما با هم نام زدین. نه دیگه لازم نیست، من گفتم که به هم خورده. میخوام یه چیزی بپرسم، فابیو به جز عطر چیز دیگه ای ازت نخواست؟ یعنی چیزی که به شرکت مربوط باشه، برنامه دیگه ای نداره؟ نه فقط فرمول عطرم ازم خواست. خیلی خوبه، پس یعنی مشکلی نیست، یعنی فقط کافیه که شرکت نجات پیدا کنه، سنم هر چی میخواد بهش بده، اصلا به ما چه؟ درسته تو این مورد باهات موافقم، سنم یه اشتباهی کرده و بدون اینکه به تو اطلاع بده رفته و با فابیو حرف زده، اینو قبول دارم، اما این کار همیشگی سنمه. من اینو خودم متوجه شدم، این الان برای چی باید به یه مشکل تبدیل بشه؟ الان دیگه میتونم برم؟ نه خیر جان، تنها راه نجات شرکت بابات فابیوه، لطفاً یکم منطقی باش، لااقل یکم به این همه آدمی که اینجا کار میکنن فکر کن. در ضمن مگه تو همیشه نمیگی که کارمنده از همه چی مهمتره؟ جان اگه به فکر شرکت نیستی به فکر بابات باش. من همیشه به فکر بابام هم دارم. یه راه دیگه پیدا میکنیم، اما باید خیلی زود یه راهی پیدا کنیم جان، تو بهتر از من میدونی که چه شرایطی داریم. فابیو رو تو شرکتم نمیخوام. طرف بزرگترین مشتری شرکتمونه جان، همیشه اینجاست. جان نکنه تو داری احساساتی رفتار میکنی. چه احساساتی دیرم؟ چه احساساتی؟ اون بارم تو مهمونی فکر کردی فابیو به سنم گیر داده و برای همین قبل از امضای قرارداد مهمونی رو ول کردی رفتی، نکنی داری بازم همون اشتباهو تکرار میکنی؟ چون اگه یکم منطقی باشی تو این شرایط هیچ کس دست رد به سینه فابیو نمیزنه. باشه باشه دارم، راست میگی. آره به کارمون برسیم. خیلی خوب، نهایتش سنم هم یه بار برامون سود داشته، با یه شرکت بین‌المللی عطر و اتکلون دست همکاری داده. بیا بیا این عطر رو فروختی؟ یعنی منظورم اینه که شاید بخوای یه فرمول جدید بهشون بدی. به شما مربوط نمیشه. نشه، تو این هیری ویری کشت مرده ی عطر تو نیستم سنم. آقای جان داری میاد. دوستان امروز کار تعطیله، میتونین بریم خونه. خونه؟ ما که تو خونه آرامش نداریم که چطوری بریم خونه چی کار کنیم؟ باز استرس گرفتم ها، حالا باید چی کار کنیم ها؟ آره منم حالا یکی لطفا به من بگه چی کار باید بکنیم. ای خدایا همه چی تموم شد. چقدر سنگینه. خب گوشت آدمیزاد سنگین میشه دیگه عثمان جون، چه توقعی داشتی؟ آیهان سنم در دسترس نیست، ببین قسم میخورم دختره رو دزدیدن، به خدای بلای سرش آوردن. دارم میگم کسی دختره رو ندزدیده، ای خدا مظفر. شت یواشتر، محض رضای خدا سنم الان داره از جلسه میره به اون جلسه، خودتو تو دردسر انداختی، از جون ما چی میخوای؟ تو چرا اسم منو میاری اگه این بیدارشه بشنوه چی ها؟ داداش چرا اسمتو میگم؟ آره چرا اسمتو میگم؟ چون شهرتو بهش نشون دادی، برداشتش آوردی توی محلمون، حالا میگی چرا؟ آره اسمتو میگم؟ اونجاشو که اشتباه استراتژیک کردم، آخه اولین بارم بود با مافیا روبرو میشدم، قول میدم این بار ماسک بزنم. موضوع تو رو خدا یارو رو ولکن بره، ببین برامون دردسر درست میکنه، به خدا قسم میخورم سنمم خوبه، مشکلی هم نداره. ای بابا یه چیزی میپرسم، من برای چی باید این صندلیو با خودم بیارم؟ مگه باید حتما این طرفو بشینیم روی این صندلی؟ آخه چی کار کنیم؟ یارو بنشینیم رو بتون و سنگ سختی بکشه بعدن بچه دار نشه طرف بمیره؟ در ضمن همونطور که میدونین سنم در خطره، منم با مافیا مشکل دارم، باید بهم کمک کنین. آه رسیدیم، آیهان تو بیفت جلو.
آخه الان اونجا تاریکه، ای خدا. مظفر داداش، آخه چه خطری تو داری در مورد چه خطری حرف میزنی؟ ببین یا ولش کن یا ما فرار می‌کنیم. برو نترسین، اون چیزا تو تاریکی اتفاق میفته. وای چی کار کنیم؟ ها گوشی طرف داره زنگ میخوره، گوشی طرف داره زنگ میخوره، چی کار کنیم؟ ای بابا آیهان چقدر حرف میزنی، حولمون نکن، رسیدیم. یعنی چه حولم نکن؟ آدم دزدیدیم. باشه رسیدیم. داداش همه جاش از سر انگشتت مونده، نگاه کن. نمیذارمش زمین، اول برگرد. نگردم که چی بشه، سرش باید این طرفی باشه. ای بابا تو رو خدا یواش، ما بار اولمونه که آدم میدازیم، تجربه نداریم که. خشکی شون مرده؟ به خدا مرده. قول نکنی نفس میکشه، نه مرده. مظفر تو با ما چی کار کردی؟ پس این کجاست؟ موقع اومدنم مجبور شدم تاکسی بگیرم. قراره با پیک یه پرونده قرمز برام بیارن، به محض اینکه اومد به هم زنگ بزن. باشه؟ اون پرونده اومده امره خان. فوراً اون پرونده قرمز رو پیدا کن، اگه داداشم ببینه نابود میشی. تو اون پرونده برگه های مربوط به مامانم، برگه های مربوط به شرکت که باید به دست مامانم میرسید. داداش میشه حرف بزنیم؟ نه خیر. درسته اشتباه کردم، معذرت میخوام. آره نمیشه زمانو برگردوند. فابیو شریکمون شد، بابا یه وکالت از سهامش داده به من، تو شخصا هیچ سهمی نداری و تو شرکتم کاری برات نمونده. چی داری میگی داداش؟ این شرکت زندگی منه. امره قبل از اینکه آژانسو به این روز بندازی باید فکرشو میکردی، کم مونده ورشکسته بشیم. به خاطر تو مجبور شدیم با آقای فابیو شریک بشیم. خیلی خوب باشه، حداقل بذار تا بهتر شدن اوضاع بهت کمک کنم. کارای مالیو بلدم، حداقل بذار اونا رو انجام بدم. امره تو شرکت کار تو تمومه، دیگه نیا، میتونی بری. پاشو برو. ای بابا موز خدا، بگم چی کارت کنه؟ میشه بگی نقشت چی آخه؟ دقیقا نقشت چیه؟ آیهان جون قدم به قدم پیش میریم، هول نکن، به نوبت. این تلفنم داره زنگ میخوره. یعنی کی داره بهش زنگ میزنه؟ پدرشه، مادرش، زنشه، بچهشه؟ ای بابا عثمان هول بده بره، هول بده بره. نه من دست هول بده عثمان، بیا اینجا عثمان، هول بده دیگه، بیا. من نمیتونم نگاه کنم. بیا دیگه. من زنگ نمیزنم. موضوع خدا بگم چی کارت نکنه؟ ولش کن آخه، هدف چیه؟ موضوع به من بگو. مظفر محض رضای خدا تو داری چی کار میکنی؟ ها آدم دزدیدیم، ها آدم. داداش من یکم به خودت بیا، یکم فکر کن. عثمان جون کار از کار گذشته، چیزی برای دست دادن نداریم دیگه، آب از سرمون گذشته. نه خیر، برای ما اینجوری نیست داداش. رئیسش داره زنگ میزنه، مطمئنم فابیوه. مردک داری چی کار میکنی؟ به هوش اومد، به هوش اومد، تو سرمون بریزیم. رئیس داره زنگ میزنه. داداش ما رفتیم. هر کاری دوست داری بکن. زنه به سرت بگه الو، بیا اینجا ببینم. داداش یه لحظه، الو چی کار میکنی؟ تلفن بده به من. یه لحظه ببینم چی هستی؟ راننده دست منه. راننده من دست شماست؟ شوخی میکنید. شما کی هستید؟ موضوع اصلا چرا این یارو رو تعقیب کرده؟ چه کار مسخره ای خدا. تلفنمو بده. مهم نیست من کم گوش کن ببین چی میگم. هر کاری میخواد بکنه، هر کاری دوست داری بکن. سنمو بده، راننده تو بگیر، معامله راحته. بیا اینجا ببینم. لازم پلیس در کار نباشه، فهمیدی؟ بیا تلفن منو بده. سه من چی کار میکنی؟ آقای راننده میشه لطفا منو برگردونی جای قبلی؟ البته آقا.
وایسا ببینم. اصلا میخورم بی خودی داری تلاش میکنی. چی کار میکنی؟ بالاخره خسته میشی. خودم میخوای تو درد سر میکنی؟ میکنی؟ دوست من. دوست من نکن دیگه. چخه پایین گاز میگیره. یا پایین ببین. بشین ببینم. یا پایین تا بزنم. بشین. به اندازه کافی توی درد سر افتادی. بیا پایین دیوورم نکن. بیا پایین. سنم کجا؟ تو چرا هنوز اینجایی؟ آی چه میدونم، امرخان حالش خیلی بده، آقای جان اخراجش کرده، گفتم شاید بخواد حرف بزنه، گفتم بمونم شاید بتونم کمکش کنم. هیچ کس نمیتونه به امرخان کمک کنه چون دیگه راه فراری نداره. سنم خواهر جون چرا اینجوری میگی؟ طرف حالش خیلی بده، از این بدتر هم میشه، یکم وجدان داشته باش. خیلی خوب باشه، خود دانی، من میرم خونه. باشه. درم بانو. آقای فابیو چی شده؟ چیزی رو فراموش کردی؟ الان یه تماس تلفنی عجیبی داشتم در رابطه با سنم. در رابطه با سنم؟ بله بله، سنم بانو. مدتی پیش یکی بهم زنگ زد که رانندگی منو دزدیده. آره بله، گفت سنم آیدین رو برام بیار، در ضمن لوکیشن رو برام فرستاده، محله شما رو نشون میده. گفت سنم آیدین؟ بله بله. ببین ببخشید من متوجه نشدم، گفتین آدم ربایی؟ بله. آره اینجا نزدیک محله ماست. یعنی کی رانندگی شما رو دزدیده و در قبالش منو میخواد؟ زبرجد. زبرجد کیه؟ کی؟ زبرچه چی؟ کی؟ دوران بچگی خوبی نداشته، یکی از بچه های محله است، اما خیلی بیخطره، واقعا میگم حتما سوء تفاهمی شده. چطور همچین سوء تفاهمی شده؟ بله حق داریم، اون الان از ترسش نمیدونه داره چی کار میکنه، اصلا نگران نباشین درستش میکنه. برن چی شده؟ ای بابا نپرس جان، یکی به اسم زبرچه از محله سنم اینا رانندگی آقای فابیو رو دزدیده. چرا؟ نمیدونم، کاره یه سنم دیگه، باز اوضاع رو به هم ریخت. اگه به خاطر این شراکتمون با آقای فابیو به هم بخوره قسم میخورم این دفعه تیک پارش میکنم. نه لیلا، فقط وسایل شخصی. امره خان لطفاً اینجوری نباشی، شما آدم قوی هستین، از پس خیلی کارا بر اومدین، از پس اینم بر میایین. منم سر جریان رشوه خیلی ناراحت شدم، اما بعدش باور کردم که نیتتون خوبه، فهمیدم مجبور شده بودین. ممنونم لیلا. خب چیز دیگه یه مونده اینا رو میبری؟ نه اونا وسایل شخصی نیستن. لیلا تو برگه های تو این پوشه رو ندیدی؟ نه امره خان، چه برگه ای؟ امره خان دنبال چی میگردی؟ به خوشگی شانس لیلا ندیدی کسی بیا تو اتاقم؟ جان، سنم، گلی، جی جی؟ نه امره خان، همه تو جلسه بودن، اگه بگین دنبال چی هستین کمکتون میکنم، اما به خوشگی شانس. باشه میگم، اما الان باید برم. خب امره خان من اینا رو جمعشون کنم یا اگه این کار حل نشه هیچ شرکت دیگه ای تو استانبول بهت کار نمیدن سنم. برای پول در آوردن میری اون سر دنیا سنم. من از هیچی خبر ندارم، من کاری نکردم، چرا سر من داد میزنید؟ سنم بارو به من چیزی گفتین؟
آها چیزه آقای فابیو، یه آدم بی خطر از محله سنامیناست، الان میریم و رانندتون رو تحویل میگیریم و میایم، بعدش هم این جریان رو فراموش میکنیم. آره یعنی فراموش میکنیم همه با هم، مثلا تا فردا فراموشش میکنیم. این یارو زبرجید؟ زبرجد. آره خودش، انگار از بچگی به شما گیر میداده. آره عجیبه. یعنی آقایون رو به خودتون علاقمند میکنید و بعدش؟ آره یه جوری علاقمندش رو میکنم که ازم متنفر بشن، حتی تو صورتم هم نگاه نکنم. تو این مورد خیلی موفقم. علاقمندی خوبه، علاقه آدمو قدرتمند میکنه، قوی میکنه. امیدوارم که مشتریام به عطر شما علاقمند بشند سنم بانو. البته که علاقمند میشن، اما معلوم نیست به دروغ علاقمند میشن یا به حقایق. مهم اینه که علاقمند بشن. آره همینطوره. آقای جان مستقیم. عجب. اوف دوست من، تو دیگه چجور آدمی هستی؟ به عنوان مافیا دزدیدمت، مبتذل عذاب در اومدی. یعنی چی یه شیشه اترو بو میکنی بعد می آدم رو کتک میزنی؟ قول دادی آزادت کردیم، رفتی اومدی بازم کتکم زدی، اما دیگه هیچ رحمی در کار نیست. آره آره همینجاست، همینجاست، همینجا رو نشون میده. شما همینجا منتظر باشین، من الان میام، الان برمیگردم. زبو سنم تو خوبی؟ فعلم کن بابا، دستم میخورم، میدونستم بالاخره نجاتت میدم. فقط به خاطر تو با مافیای ایتالیایی در افتادم، اما این ایتالیایی نیست، بدنشه. بی خود کردی. خوبی؟ یعنی چی؟ ما اینجا با مافیا جنگیدیم دختر، اون وقت تو اینجوری با من رفتار میکنی؟ ببین چجوری سر و صورتمو داغون کرده. سنم بانو پر از سورپرایزه، آدمو هر لحظه غافلگیر میکنه. همینطوره بله، ماجراجوی پر از آدرنالینه. آخ آخ سنم. آی آوارمون کرده. آقای فابیو بهتر ما اینجا منتظر بمونیم، الان میان. ما منتظر باشیم الان میان، هیچ مشکلی به وجود نمیاد، نگران نباشین. بفرما آقا جانم اومد. وایسا. خوبه خوبه، چیزیش نشده. سلی برو بیرون، از کسی که اون بیرونه معذرت خواهی کن، فهمیدی؟ باشه، برای من مشکلی نداره داداشم. حلالم کن، حساب این کارتو پس میدی پسر. تموم شد، بازش کردم، تمومه. واقعا میبخشید، تاوانشو همه تو میدین. سنم، سنم کدوم عطرتو دادی به فابیو؟ به شما مربوط نیست. سنم ولم کنی. سنم، سنم فقط یه سوال ازت میپرسم، این عطر رو دادی به فابیو؟ همین عطر همیشگی تو؟ من قبلش میخوام یه چیز دیگه بهتون بگم، گوش میدین؟ گوش نمیدم، جواب سوال منو بده. پس نمیتونین جواب این سوالو بگیرین. من قربانی یه سوء تفاهم شدم. سنم ایشونم با لگد زد تو صورتم، منم گناه دارم. سنم بعدش هم ما از مردم ایتالیا خیلی خوشمون میاد. اگر ببرش دیگه زود باش، همین الان ببرش. ترسیده زیاد حرف میزنه، آرومشه، ساکت میشه. باور کنین اصلا دروغ نمیگم و قصد پاچه خاری ندارم، ایتالیایی خیلی آدم های خوبی هستن. ساکت شو، ساکت شو، این چرا ساکت نمیشه؟ بدون خدافزی از فابیو رفت. شما دارین دست به یکی میکنین تا منو بکشین. آره درن بانو، آقای جان را راستش یهو براشون یه کار خیلی مهم پیش اومد. گفت من ازتون معذرت خواهی کنم. فهمیدم. ببخشید، معذرت. فهمیدم. یه روز پر از ماجرا شد مگه نه؟ آره اینم از دنیای رنگی سنم خانم، ما همیشه اینجوریم. فهمیدم.
من بهش گفتم ازش شکایت میکنم. شکایت میکنی؟ زورگیری. آدم دزدی. زد و خورد. اما سوء تفاهم شده. به خدا سوء تفاهم شده. دزدی هم هست. لااقل 40 سال براش میپرن. 40 سال. آره 40 سال به منم گفتن. درسته. آره. اما البته که من این کارو نمیکنم. فقط خواستم یکم ازش زهر چشم بگیرم. خیلی کار خوبی کردین. حقش بود برش درس عبرت بشه. برای این سوء تفاهمی که پیش اومد خیلی ازتون معذرت میخوام. زندگی دیگه چه میشه کرد؟ بذار اینجا رو پاک کنم. خوبه. پس سنم بانو. پس فردا میبینمتون. باشه. درم بانو، ما با تاکسی میریم. میخواین شما رو هم برسونیم؟ خیلی لطف میکنین. البته. خوبه. مراد جان. مشکلی نیست مراد جان. را بیفت. دختر من فکر کردم تو رو دزدیدن. چه میدونم، بی خودی خودم رو انداختم تو دردسر. از زندان آزاد بشی چند سالت میشه؟ بله امره. آیلین، مدارکی که آوردی و خودت برداشتی؟ نه. آیلین راستشو بگو، مدارکی که آوردی و خودت برداشتی یا نه؟ امره جون دارم راستشو میگم. کپیش دست منه، اصلش پیش خودت بود. چی شده؟ از کی اونو برداشته؟ کی؟ امره جون من از کجا باید بدونم؟ میشه یکم آروم باشی؟ الان حالت خوبه؟ کجایی؟ میخوای بیای؟ آیلین مگه تو اون پوشه رو نیاوردی؟ مگه با همون منو تهدید نکردی تو؟ ها؟ همه چیز زیر سر تو بود. باید بدونم کی اون مدارکو برداشته. امره جون تو بیا اینجا، من یه راه حلی پیدا میکنم. باشه؟ الانم خون سرد باش. پس آیلین و امره شریک بودن. عجب. وای سنم جون، تو هم تو چه ماجرایی افتادی؟ یا این یه بازی بزرگ دختر؟ منم گول زد و گفت که جان بده و داره به شرکت ضرر میرسونه. نگاه کنین، با آیلین شریکه. هدفش این بوده که داداششو بزنه کنار و خودش مشتری پیدا کنه. ببینم جان از این موضوع شراکت خبر داره؟ نه نداره، اما میفهمه. چطوری؟ من بهش میگم. دختر خودت گفتی که نمیتونیم حرف بزنیم، اصلا تو صورتم نگاه نمیکنه. پس چطوری میخوای باهاش حرف بزنی؟ حقشه که بدونه. اجازه نمیدم امره بیشتر از این به داداشش خیانت کنه. ببین، با آیلین شریک شدن، میخواد داداششو ورشکسته کنه. درسته که نامه منو پاره کرد، اما من مصممم. خودم میرم و همه چیو بهش میگم، چون حقشه که همه چیو بدونه. تو که گفتی داداششو خیلی دوست داره، بفهمه خیلی ناراحت میشه. حالا که امری همچه آدم پسیه، شاید اگه بفهمه لاغر تو رو ببخشه. بالاخره تو از هیچی خبر نداشی، ازت سوء استفاده کرده دیگه. منو هیچ وقت نمیبخشه. یعنی بدون اینکه بدون منم تو این کار بودم، برای همیشه از زندگیش حذفم کرد. فکرشو بکن، اگه بدونه اون عکسایی که میگفت نمیخوام کسی ببینه رو من دزدیدم و به امره خان دادم، که به خاطر همونم مجوز عکاسیشو ازش گرفتن، و موقع خدا میدونه چی کار میکنه. اگه میدیدین چقدر از دستم عصبانی بود میفهمیدی. من دیگه برای خودم چیزی نمیخوام، فقط نمیخوام بیشتر از این ضربه بخوره. همین. سنمی، میگم حالا که حرف از بخشش شد، بهتره به این بچه هم بگیم. نگاه کن، داره به خاطر زندان رفتن دیوونه میشه. نگاش کن تو رو خدا. اوف، 40 سال. گفتنش راحته، 40 سال. حتی گفتنش هم سخته. 40 سال بعد آب خنک بخوری. آدم اسمشو فراموش میکنه. آقا اگه قراره کسی منو فراموش کنه، از همین الان اسمو از دفترش پاک کنه، دیگه اسم منو نیاره. بذار چند روز همینطوری بمونه، یکم براش درس عبرت بشه. فعلا اون مدارکم یه جای درست حسابی بذار که گم نشه. خب باشه. چل تو رو خدا اینو ببین. آخه بله سنم، اگه دنبال مدارک شراکتتون هستین، بدونین دست منه. دست توه؟ تو کجایی؟ همدیگر رو ببینیم. الان نمیخوام به حرفای شما گوش بدم. تمام بازیاتون، دروغاتون، نفرتتون به آقای جانو میدونم. سنم میشه گوش بدی؟
ساعت 6. 3 ساعت وقت دارین، تا ساعت 9 بهتون فرصت میدم برای گفتن تمام حقایق. یه فرصت بهتون میدم. تو داری منو تهدید میکنی؟ داری منو تهدید میکنی؟ هر طور دوست دارین فکر کنی. من الان چیزی برای از دست دادن ندارم. امشب همه چی روشن میشه. اگه میخواین همه چی رو خودتون به برادرتون بگین، تا ساعت 9 وقت دارین. سنم یه لحظه گوش کن ببین. به خوشگی شانس. چیه آیلین؟ چیه؟ امره پس کجایی؟ اگه تو نمیای لااقل من بیام. باید این اتفاقات رو با هم حل کنیم. اول باید بفهمیم کی برداشته مدارکو. سنم برداشته. چی؟ چند لحظه پیش زنگ زد و منو تهدید کرد که میخواد همه چی رو به داداشم بگه. تا ساعت 9 وقت دارم، وگرنه خودش میره و میگه. نه بابا دیگه چی؟ نباید اجازه بدیم اگه جان بفهمه که افتضاح میشه. بد میشه؟ بدبخت میشین، بدبخت. آیلین تو چرا اون مدارکو آوردی شرکت؟ ای بابا خب تو هم نباید میذاشتیش دم دست. بگذاریم الان وقتش نیست همو مقصر کنیم. بیا اینجا تا با هم حلش کنیم. حتما یه راه حلی پیدا میشه. اما باید زود بیای. میای یا نه؟ میام. باشه؟ میام. پس بیا زود. چقدر روز خوبیه نه؟ دخترام زود اومدن خونه. چقدرم خوب داریم هم حرف میزنیم نه؟ من انقدر دلم برای صحبتهای مادر دختری تنگ شده بود که نگو. مگه نه سنم جون؟ کار زندگی چطوره دخترم؟ خوب پیش میره؟ ببین منم کاری که مظفر کرده اصلا کار درستی نبوده ها. گفته باشم تو رو فراموش کرده، اما هنوزم بهت داره گیر میده. خدا کنه تو شرایط سختی نباشه. نه حتما تا الان به خودش اومده. بهش گفتین قراره بری زندان؟ حتما خیلی ذره ترک شد. حتما از ترس داره بیلرزه. مامانشه که بچهش چی باشه. خب مامانش بهش میگه بچه چی کار کنه دیگه. وای آدم از صحبت کردن باهات سیر نمیشه لیلا. معلومه که دلتون برای صحبت کردن با مامانتون تنگ شده ها. خیلی معلومه. آره مامان همینطوره. لیلا وقتی چای دم میکردم توش سم ریختم، گذاشتم خوب دم بکشه. یه چای خوب سمی درست کردم. خوشت اومد؟ خیلی هم خوشمزه. دارم با کی حرف میزنم لیلا؟ تلفنتو بذار کنار ببینم. این تلفن ها هوشمند نیست، هوشبره. نه به هم نگاه میکنن نه با هم حرف میزنن. این دیگه چه وضعیه؟ بس دیگه. خیلی خب حالا صحبت میکنیم. خب مامان جون سر کار خیلی خسته میشیم، اینقدر عصبانی نشو. به گوشی نگاه میکنم یکم سرگرم بشم. آره دیگه داریم خودمونو سرگرم میکنیم. بگذاریم من میرم دم ساحل یکم اونجا خودمو سرگرم کنم. آره خیلی هم عالی، خوب صحبت کردیم. اونجا برو سرگرم شو. اینجا که نتونست خودتو سرگرم کنی، یه چیزی بپرسم باز جواب بده. سوالی مسئله ذهنتو مشغول کرده؟ آره دخترم. آره نه کارو زندگیه دیگه، اضافه کاریا، چه میدونم سوء تفاهم ها. وای خدا نکنه، خدا نکنه دخترم. نه بیا اینجا. گفتم بیا. بیا اینجا دیگه. بله با تمام جزئیات برای من تعریف کن. زود باش، از اون مورد آدم دزدی و مظفر و یه چیزا برام بگو. وای مامان.